این واقعا چیز بود. سوال نه، سوال رب بود. چیزه، سوال مهمیه ولی جواب نداره. جواب نداره که یعنی چجوری مسئولیت این رو من به عهده بگیرم که کسی بره یا بمونه. من بر اساس خودم میتونم بگم، من یک دقیقه خارج از ایرون تاب نمیارم. نه حالا که سنم زیاده، جوانترم که بودم خیلی میرفتم کارم که تموم شد برمیگشتم. ربطی به ما نداره بیرون، یعنی گم میشین و از بین میرین. من اون چیزی که توی آماری راقت و دوستای خودم، همکارای خودمون بعد از سال 57 رفتن، هر کدومشون که میبینی روحیه ها داغونه. یعنی مثلا اونو که میرن امریکا یه ذره روحیه دارن بابت اینکه زندگی لس آنجلسی امریکایی میکنن. اگه اینجوری فکر بکنین حتما چیز بدی نیست، اما اگر برای یک هدفی تو زندگیتون دارین خیلی کار سختی بند شدن اونجا. و اینکه ما هرچی میگیریم چه خوب و چه بد از اینجا میگیریم. من نمیتونم فکر کنم چجوری میشه خارج از ایران زندگی کرد. حالا نسل شماها، برای همین میگم من نمیدونم، مال شما شرایط خیلی شرایط سختیه، انقدر سخته که. و چون من دیگه به اندازه شما دشواری ندارم، چون ما دیگه مثل درختایی هستیم که آب بد شده، اما ما ریشه هامون تو خاک، دیگه احتیاج هم به آبیاری نداریم. ولی شما از آب دستی احتیاج داریم، میدونیم برای اینکه بتونیم که زندگیتون بگذرونیم. و من جواب پاسخگوی خوبی به تو نیستم که بگم برو یا بمون. اگه میدونم شما دارم خوش میشی، ولی اون برم میدونم که وضعیت خیلی خیلی بده. من هیچ یک از دوستای گذشتم رو در اونجا سرحال ندید. پاسخگوی مناسبی برای سوال تو نیست. من جوابای خودم میدم. آدم هایی که میبینم یا طبقه شماهان که یه شوری برای یه کاری داریم به هر حال، و واقعا شورم اجازه نمیده که دشواری های زندگی اینجا رو درک. و همین دلیل من در اون شور با شما شریکم، با هم نسلای خودم در یه چیز دیگه شریکم، اونم به یه رضایت، این که به نظر میاد ما حق انتخاب نداریم. ما بین دو جا، یعنی میگن در جهنم مارهایی است که آدم به اژدها پناه میبره. ما چون میدونیم که هیچ جای خبری نیست، برای اینجا با شرایط کنار میایم به زندگی. هر دوتاش از دو زاویه مختلف برای کسایی که اینجا موندن توجیه قابل قبولیه. یعنی هم ما اینجاییم هم شما، اما میدونیم اینجا خوشحال کننده نیست مطلقاً. چیزی برای، یعنی اون چی که داره اتفاق میفته خیلی ناامید کننده.